میشه امروز بسیار زیاد خوشحال هستن از اینکه امروز عروسی شان است و در از طرف انجمن فرهنگی وصال کوثر این محفل برگزار شده و تقریبا در حدود 28 زوج است که امروز عروسی شان برگزار شده. قرقشی نمی هفته پیش که ثبت نام کردیم این نمی قرقشی به تا روزه چی نداشتیم در اون چرت فکر بودیم من بار آمده یعنی دی فکر که بودین چطور میشه میشه ولی بله. خداوند یک بار بر انسان یک بار پیدا میکنه هموطنان عزیز، امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین و از گزند روزگار در امان الهی قرار داشته باشین. باز هم من محمد زمیر نوری با یک گزارش متفاوتتر از یک گوشه دیگری از کابل در خدمت شما حاضر شده. قسمی که شما در تصویر میبینین ما در یکی از سالن‌های عروسی کابل هستیم و اینجا عروسی دستجمیره که از طرف نهاد انجمن فرهنگی وصال کوثر برگزار شده که تقریبا در حدود 26 زوج امروز عروسی شان است که تقریبا 56 نفر میشه و امروز تعداد زیاد از دوستایی که اینجا تشریف آوردن بسیار داد خوشحال هستن از اینکه عروسی دستجمعی برگزار شده و یک تعداد زیاد از یا خواهان ازی هستن به خاطر اینکه تعداد زیاد از هموطنانمون به خاطر کلتور و فرهنگ و عنعنات که در افغانستان رواج است تعداد زیاد از هموطنان ما تقریبا مدت بیشتر از 5 سال و 6 سال نامزد موندن و اینکه دیگر چی گپ از در این محفل و چه موضوعات است ایره در لابلای برنامه شما خواهید دید و ما را بیننده باشید. شما در تصویر میبینید دامادهای امروز در حال آمدن هستند و تعداد زیادشان نام خدا چهره های بشاش و چهره های بسیار زیاد خندان دارند و از چهره هایشان معلوم میشه که امروز بسیار زیاد خوشحال هستند از اینکه امروز عروسی شان است و در از طرف انجمن فرهنگی وصال کوثر این محفل برگزار شده و تقریبا در حدود 28 زوج است که امروز عروسیشان برگزار شده یا در حال رفتن روی استیج هستند و روی صحنه هستند. امروزشان بعدا حتما صحبت میکنیم و نام خدا بسیار خوشحال هستند. خداوند همیشه وقت یارم تا خوش و خندان و خوشحال داشته باشند. امروز با یکی از فامیلای عزیز اوجا صحبت میکنیم که ببینیم چقدر خوشحال هستند از اینکه امروز محفل یکی از فامیلاشون میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سرتون خوب بخیر هستین؟ خودتون رو معرفی بکنن. ما محمد ابراهیم هستم. همینج تو عروسی است. شما جشن آقای امام زمان است. بسیار خوب، بسیار خوب. در مورد این برام بگین که شما امروز شاخیل هستین یا عروسخیل؟ ما خواز عروسخیل هستیم. بسیار خوب. چقدر خوشحال هستین از اینکه امروز محفل دستجمعی عروسی برگزار میشه؟ بسیار زیاد خوشحال هستیم. به خاطر جشن ما است، عروسی ما است، بسیار زیاد خوشحال هستیم. و آیا میخواین که جوانایی که مثلا تعداد زیاد سال‌ها میشه که مثلا نامزد موندن یک تعداد عروسی نمیکنن، یک تعداد همین انگیزه عروسی کردن ندارن یا اینکه یک تعداد توان عروسی را ندارن، برای از چی گفتنی دارن و آیا میخواین که ازشان در همچون محفلا شرکت بکنن یا خیر؟ یک مردم شرکت کنه بسیار خوب است. بله. تعداد مردم ها پول نداره، پیسه نداره، همین بسیار برش خوب است و دیگر مردم هم آگاه میشه که بخاطر به همیشه دمی عروسی شرکت کنه. بله، بسیار جزا شکر کدام پیام کدام گفتنی اگر داشته باشه. باشه یک جوان تشکر. بسیار جزا شکر، سلامت باشه. بله دوستای عزیز، میریم امرو با دیگر برادر ها صحبت میکنیم. سلام علیکم برادر، خوب است؟ این سر خودتان معرفی بکنن. محمد عادی حسنی هستم از یک از فامیلای زو. بسیار خوب. شما امروز شاخیل هستین یا عروسخیل؟ ما از آرزو طرف خبر هستیم. از آرزو طرف هستیم؟ بله. بسیار خوب. یعنی شاید دختر اما و دختر کاکا یا امیت یک چیز باشه یا پسر اما یا پسر خاله؟ از ما دا
داماد بچه مامای ما است، عروس دختر کاکای ما است. بسیار خوب، شما خودتان عروسی کردین؟ بله. خب بسیار خوب، و ای تو کدام عروسی دیگه اگر قصد داشته باشین که بخیر بوده یکان دست جمعی دیگه بخیر عروسی خودتا بکنین؟ بله دیگه اجازه فامیلی نیست دیگه. بسیار خوب، در مورد ازی بر ما بگوین که چقدر خوشحال و راضی هستین از اینکه همچون محافل برگزار شوه و بیشتر برگزار شوه. ما بسیار از این محافل خوشحال هستم به خاطر اینکه دو زوج دو جوان با هم میرسن، بسیار به مصرف کم بخی دیگه همی چی هست. همی جوان ها را توصیه میکنم که از مصرف گذاب خودداری کنن، به میتون محافل ها خود معرفی کنن که بلگو شوه دیگه جوان ها. بسیار زیاد تشکر و محافل خوب و خوش برتون میخواییم. تشکر، بسیار زیاد سلامت باشید. بله دوستای عزیز، ما در داخل محفل قرار داریم و میریم همراه با دیگر دوستا و دیگر فامیلای این زوج ها صحبت میکنیم، ببینیم که چقدر خوشحال هستن از اینکه امروز محفل برگزار شد. سلام علیکم برادر. خوب هستن؟ ساتون بخیر باش که ما چوکی را بانم پالیتون بشینم. در نخست خودتان معرفی بکنن. نام من کربلای علم. علم، بسیار خوب. کاکا جان در مورد ازی بر ما بگو که امروز خودت شاخیل هستی یا عروس خیل؟ نفهمیدم. گفتم امروز خودت شاخیل هستی یا عروس خیل؟ عروس خیل. بسیار خوب، چطور که راضی شدن در محفل دسته جمعی شما امروز در عروسی شرکت بکنن؟ شرکت بسیار بخوشی. بسیار، یعنی راضی هستین و خوشحال هستین؟ بسیار خوب، در مورد ازی بر ما بگوین که آیا میخواین که همچون مراسم در آینده هم برگزار شوه یا خیر و از جوان ها خواهش بکنن که در این محفل ها شرکت بکنن؟ بسیار، جوان ها دیگه نمی یک ثواب میکنم، یک نفر که یک دو نفر جوان ها بیاده عزیز، اگر دیگه دست جمعی نباشد در ده سال دیگه می ازدواج نمیتونم. باز فرهنگ و کلتور افغانستان یک در اگر گذاف آمد دوست ها، مردم اختلاج ضعیف است، نمیتونه که یک جای به تنهایی بگیر عروسی. بله این بسیار خوبه در این جوان ها. از جوان ها هم یک خواهش بکنن، کسایی که مثلا 4 سال 5 سال حتی یک تعداد من خبر دارم 6 7 سال میشه که نامزد هستن، تانوس توانی نمیتونن. از او بر از او بگن که بیاین همچون محفل را شرکت بکنن که بخیر ایمانتان تکمیل شه. جوان ها باید بیاد به این محفل شرکت کنه، همین مجلس کمی نفر کمی رو بیاد سر کار کرده دیگه که خدا خیرشون بده، همین زحمت هم میکشن. بسیار برای جوان ها بسیار آسان است، بسیار خدمت بزرگ، خدمت بزرگ. بسیار تشکر، سلامت باشین، محفل خوب و خوش داشته باشین، بخیر باشین. خوب هستن ساتون؟ خوب هستی؟ بخیر. در اول خودتون یک بار معرفی بکنن برای ما بینندگان. بسم الله الرحمن الرحیم، حبیب الله هستم از دشت پرچی. بسیار خوب حبیب جان، در مورد ازی بر ما بگو که چقدر وقت خودت نامزد موندی و امروز چقدر خوشحال هستی که امروز عروسی هست؟ حالا نامزدیم خودم یک سال شد دیگه، خوشحالی دیگه طبعا دیگه، عروسی است دیگه، کلگی خوشحال. بسیار خوب، بسیار خوب. در مورد ازی بر ما بگو که آیا راضی هستی از همچون محافل که دارن و ای که مثلا زیاد نامزد موندن، باز هم همچون محافل ها برگزار شو یا خیر؟ حالا گمی راود زیاد شده بوده خیلی خوب میشه، تنها مسئله چیش هم نه که بگیم مثلا کزیک نداره رسیدنه، یک مراسم خیلی مت با شکر اسلامی مذهبی غیر مثلا کزیک داره نداره واشته. بسیار تشکر، سلامت باشین. بله هموطنان عزیز، ما در محفل عروسی دسته جمعی قرار داریم و تا ای که امرو با دیگه دوستا صحبت میکنیم شما رو. بله دوستای عزیز، در ادامه برنامه قرار داریم و یکی دیگر از برادران هم پیدا کردیم تا ای که امروشون یک دو دقیقه صحبت داشته باشیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ خودتان معرفی بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، سید محمدعلی زاکری، مدیر مدرسه بین الحرمین واقع شهرگ اتفاق. بسیار خوب، امروز شما چه نقش دارین در برگزاری محفل عروسی دسته جمعی؟ خدمت درشه که امروز من خوب برادر یکی از آقا دامادهایم که در این عروسی برادرم شرکت کرد و هم طلبه هست، درس میخونه در مدرسه. من در مدت یک سال دو سال بعد از برادرها الحمدلله تا برادر داریم. بسیار خوب، اکثر اینها عروسیش دمی عروسی دست جمعی بودن. بسیار خوشحال هستم، آمدم اینجا با طلاب خود، 10 نفر طلبه ما مدرسه آمدن برای آقا دامادها و خانواده ایشان و برای خانواده عروس خانم ها تبریک عرض کنیم و با شادی اونها شرکت کنیم، بگیم که بهترین عرضم به حضور شما مکان، بهترین زمان ولادت با سعادت آقای امام زمان، بهترین مصرف کم و بهترین ارزم به حضور وجه آمدن
اینا عروسی کردن، هم از شری هم از لحاظ اجتماعی بهترین عروسی. بله بله، نگاه شری شمی هست که این عروسی عروسی دست جمعی اسلامی نامگذاری شده، آسان هست و با هزینه بسیار کم. ما الحمدلله میبینیم که 100 تا زوج به هزینه 2 تا عروس خانم ها و داماد ها میتونه که عروسی 80 مثلا 200 زوج رو ما برگزار کنیم. بسیار تشکر. و من حیث آخرین سوال از شما اینه میپرسیم، از جوانایی که مثلا اقتداد این موضوعات را ننگ و آر میدانن، برای از چی گفتنی و پیام داره؟ خدمت درس من از بارها از مداریس، از مساجد، از بلندگوهای مساجد، از منابر تبلیغ کردیم، عرض کردیم که بهترین الگو برای یک جوان امین عروسی دست جمعی آسان اسلامی هستن. بله. که هم از نگاه شرعی خوب است، هم از نگاه مثلا اجتماعی. بله. هم از نگاه مصرف. بله. اونجا هست اسراف، اینجا اسراف نیست، اینجا اسلامی شرعی است. بله. ما برای جوانهای عزیز پیام داریم که جوانهای عزیز، خب شما میخوای عروسی که خوشبخت باشه در زندگی خود. بله. که کار به طلاق نرسه. خیلی عروسه ها هستن یک هفته دو هفته بعد، حداقل شرزم به حضور شما، اکثر چه 2 ماه 3 ماه بعد طلاق میگیره. یک شنمی که مصارف زیاد میشه، اونها فقیر میشه، بیچاره میشه. بله. وقتی خانمار چیزی نیست، خانم تقاضا میکنه خب برای من لباس های کذایی هم جیب، خب قدرت یک داماد نیست. بله. یا قرضدار پس از یک هفته در بازار تک تک میکنه، قرضدار یا پوله های سر سود میگیرن. جنجال های بسیار، پیامد های خیلی بدی داره. بله. مون تو عروسی دست جمعی اسلامی پیام های خوبی داره. بله. هم خوشحالی است، هم صمیمیت است، هم اینجا اخلاق است، هم ارزم به حضور شما برکت است. بله. هم عزت، هم آبروس، هر چی بگی در اینجا واسه خواهش. بسیار تشکر. خداوند برادر دارم به پای هم پیر و کم پیر بسازن. سلامت باشید، بخیر باشید. بله دوستای عزیز، برادرای یکی از آقا داماد های امروز را با خود داشتیم. سلام، وقتتون بخیر. سلام، خوش اومدید. سلامت باشین، ان شاء الله سالم باشین. شما هم کارتون در خدمت میشه که برای ما و بیننده های عزیز خود را معرفی بکنیم. محمد ادریس رسولی هستم، مسئول برگزاری مراسم عروسی دست جمعی اسلامی آسان، در خدمت شما. قربان شما رسولی صاحب، سلامت بخیر باشین. چقدر برگزاری این مراسم میتونه برای جوانا و کسایی که ازدواج پیشرو دارن مفید واقع شد؟ ببینین، ازدواج یک ضرورت است در جامعه، بحث است که نیاز هر دختر و پسره، مثل خوردن آب، خوردن نان، اینا جز فطریات بشره. اگر یک جوان موقع ازدواج شوه و ازدواج نکنه، او به مشکلات روح روانی مبتلا میشه، در جامعه فساد اخلاقی گسترش پیدا میکنه و هزاران مشکل دیگه. وقتی نیاز است، ببین نیاز از راه درستش حل کنیم، از راه معقولش. نباید هزینه های هنگفت، گزاف و برنامه هایی که متاسفانه در جامعه ما رایج شده، اینا در جامعه گسترش پیدا کنه. هدفی برنامه ایست که ازدواج آسان باشه، اسلامی باشه، وحدت آفرین باشه، در بین ملت ما یک وحدت ایجاد کنه، که الحمدلله شما شاهد هستین که در این برنامه از اقوام مذاهب مختلف الحمدلله حضور دارن و یک برنامه بسیار با عظمت و پرشکوره برگزار کردن. خب بیایند برادر محترم در مورد ازی برمان بگن که اولین محفل یا برنامه است که شما برگزار کردن و آیا در آینده نزدیک یا آینده دور کدام برنامه دیگه هم دارن؟ همچون یک برنامه چطور؟ فکر میکنم که نهاد ما از بنیانگذارای برنامه در کابل باشه، یعنی قطعی گفتن نمیتونم ولی احتمال میتونم 14 دور الحمدلله که ما برنامه داریم. بله، اگر عمر و توفیق بود در آینده هم در میلاد با برکت پیامبر اکرم و 18 ذی‌الحجه سال روز اعلام ولایت و بسیارت امیرالمومنین غدیر انشالله برنامه داریم. 28 زوج، ما 30 زوج برنامه داشتیم، 2 مشکل پیدا کرد، یک وفیات بود، یک مشکل هم دیگه تصفیانون نتانستن که انشالله در دورای بعد بتانیم. یعنی اصل فراخان ما بر 30 زوج آمادگی ما بود و جهیزی هم برشان داده شد. اگر خودت هم اشتراک کنیم، بر خودت هم میتونیم جهیزی هم حدود 40-50 قلم جهیزی هم برشان داده شد. نیازهای یک خانه را چیزی که در توان ما هست، ما هیچ وقت از اول نمیگیم، به خاطر که کدام دوکانداری نشه، برای اونا نمیگیم که چی میتونیم، ولی هدیه دادیم در هر دوره. بله، در هر دوره. بسیار خب، در مورد ازی اگر بر ما بگن که این زوجا را شما از کجا پیدا کردن، یا خودشان بر شما مراجعه کردن یا خیر؟ فراخان میتیم از طریق فضای مجازی، صفحه داریم، برنامه داریم، اونا هم از طریق فضای مجازی دفاتر علما اینو هم هماهنگ میکنن و در برنامه شرکت میکنن. بسیار تشکر، سلامت باشید. بله همتران عزیز،
همراه با مسئول نهاد که امروز مراسم عروسی را برگزار کردن صحبت کردیم و معلومات بسیار خوب را دادن و همچنان گفتن که در آینده نزدیک برنامه دیگر عروسی دسته جمعی را همچنان دارن و کسایی که میخواهند در عروسی دسته جمعی شرکت بکنن و یکی از زوجها باشن میتونن از طریق صفحه که یا دارن و اعلاناتی که یا پخش میکنن در اونجا مراجعه بکنن و از اون طریق میتونن که مراسم عروسی خود را در مراسم دسته جمعی برگزار بسازن. زیاد نام گمراز این بیا در را صحبت میکنیم. سلام علیکم. آقدامات خوب هستی؟ سطمن؟ جان و جور؟ الحمدلله. تبریک باشه. سلامت باشی. میشه خدا معرفی بکنی؟ بله سید رضا. ولد سای شای وز. سید رضا جان چقدر وقت نامزد موندید؟ تقریبا یک هفت ماه. هفت ماه؟ بله. بعد از هفت ماه دیگه آرزوی خوشبختیتون بوده که رسیدین بخیر. بله. چقدر خوشحال هستین؟ خوشحال هستم دیگه به اندازه یکی دیگه. حالا خوشحالی دیگه اندازه ای نداره. بله. اگر ای عروسی های دسته جمعی برگزار نمیشد به نظر شما چقدر وقت شاید نامزاد میموندین نظر به مشکلات اقتصادی که داشتین؟ خب وقت زیاد میگیره دیگه تقریبا من. بله یک سال یک نیم سال باید انسان تا آمادگی ازدواج بگیره. بله بیان چالو که خوشبخت شوین با همسرتون یک جا. سلامت باشین. بخیر باشین. سلام علیکم. برادر خوب هستین؟ سلامت. تبریک باشه. سلامت. اسم مبارکتون چیست؟ اسمم سعید حسین آقا مصوی است. سعید حسین آقا چند وقت شما نامزد بودین؟ ما هم یک سال تقریبا نامزد بودیم. خب همی اشخاص که اینجا هستن همی 7 ماه 8 ماه یک سال نامزد بودن. دیگه ان شاء الله که برتون آرزوی خوشبختی داریم. ازی بگین چقدر خوشحال هستین؟ والله خوشحال هستم دیگه فهمیدم. همی خوشحالی عروسی طبیعی است. وعلیکم. بخوی نخوی خوش می باشین. اوضاع اقتصادی باز چطوره؟ والله اوضاع اقتصادی دیگه چندان چی نبود. همی عروسی ها برام تو مردمایی که یک کمک اوضاع اقتصادی خوب نیست خیلی خوب هستنی؟ آه بسیار خوب دیگه. اگر درمان چیزو گفتنی داشته باشی به شخصی که این رقم عروسی ها رو برگزار میکنه خیلی ببینی. والا ما از جناب آقای رسولی تشکری میکنم. فامیل زیاد فامیلی که می چی میکنم این مردم و فامیلی بسیار در چیز خوب فامیلی مناسبت ها جرم میکنه فامیلی دیگه همین تشکر زیاد میکنن دیگه. بخیر باشین. تشکر از شما که صحبت کردین. خب دوستای عزیز قسمی که شما میبینین اینجا تمامشون دیگه می 7 ماه 8 ماه یک سال شده که نامزاد هستن و ما هم خیلی خوش هستیم که 28 زوج امروز دیگه بخیر خوشبخت میشن. تکراری میشه ولی باز جواب ها متفاوت هسته. همراه می لالایم هم صحبت میکنیم. پشت مسایی کردم که تب خوش هسته. سلام علیکم. خوب هستی بیادر؟ بخشی بیادر صحبت نمیکنی خیلی دسته مرا خواهش میکنم بخیر باشی. این همه تو پسر میریم. سلام علیکم. خودم صحبت میکنی چیل داری؟ شکر از بخیر هستی جان جور هست. تبریک باشه. زنده باشه خیر ببین. اسم مبارک چیست؟ اسم عبدالکریم. بریم کم کم پیش عبدالکریم جان. امروز دیگه روز خوشی است. بله آه خوشی است. والله ما مگم قار بود. نه خو یگونه گپی است که ما می مشکل داره ما بندش پیدا میکنیم. سوکه سوکه نمی مشکل نمی است. ما هم یگون بندش پیدا میکنیم. خیلی مشکل آن نیست دیگه. دیگه چقدر وقت خودت نامزاد بودی؟ تقریبا در مدت دو سال دو نیم سال میشه. این از خودت زیاد شده. آه از من زیاد شده. خداوند خیر بده آقای رسولی را. آه آمین آمین. آقای رسولی هم یک چیزی پیشنهاد ما شد. دیگه ما هم در قرقشی نمی هفته پیش که ثبت نام کردیم این نمی قرقشی تا روزی چیز نداشتیم در اونچور تا فکر بودیم. آه من هم بر آمده. یعنی دی فکر که بودین چطور میشه؟ میشه ولی بله خداوند یک بار بر انسان یک راه را پیدا میکنه. راه را پیدا میکنه. بله ان شاء الله خوش و خوشبخت باشین. بر دیگه هموطنای ما چی پیام داری؟ دیگه هموطنای می پیوان پیام ما است که از کشور خارج نرن دیگه زمین دست جمعی اشتراک کنه. به یک نه طبقه نیست که ما بگیم با طبقه عزیز که اقتصادش ضعیف باشه یا چی مذهب باشه بس سنی هیچ کدام فرق نمی داره. افغان است. افغان است. از امی خاک افغانستان است. کدام پاکستانی یا کدام خارجی نمی ایجه. غیر امی خود ما ایچه ما که جور نکنیم. تشکر از خودت لاله. بخیر باشی. خوشحال شدیم. خب هموطنان عزیز قسمی که می بینین ماشاءالله جمع جوش مردم هم زیاد شده میره و امی زوجها را می برن تا نکاح شوند. و همراهشون صحبت ها را داشتیم. خیلی خوب بودن. واقعا یک حس خوشایند داره به تمام اشخاص که اینجا هستن چون میبینن که به قدر جوان خوشبخت میشن. من میفهمم شما هم که بیننده هستین حتما
خوش هستین که چنین حالت میبینین. دیگه اینجا امروز یک آقا داماد است صحبت میکنیم. سلام علیکم آقا داماد، خوب هستین؟ صحتمند؟ چی حال داری؟ بخیر باشی. شکر که خوب هستی. بخیر، تبریک باشه. سلامت ان شاء الله، خوشبخت شوین. آمین. نال خدا معرفی کو به ما. اسم محمد سرور غلامی. محمد سرور، من این سوال از دیگرام داشتم، خاص خودت میداشته باشه، مدتش قدر نامزاد بودی؟ حدود 8 بود. حدود 8 ماه نامزاد بودی. ان شاء الله اینو دیگه با آرزو رسیدی. چقدر خوشحال هستی؟ خیلی خوشحال هستم. عزیز بگین چقدر برای جوان هایی که اقتصادشون خوب نیست این قسم محافل خوبه؟ برای که یک از جوانان خودم هستم. بله. برای کسایی که نمیتونه و چندین سال مومنه و این مراسم ها فرصتی است که اونا به همدیگه برسن. دقیقا. و ما باید این رسم ها و رواج ها را بیشتر کنیم که تا همه بیدانه و نیازی به اون مصرف گزاف و چیزی خرج مصارف زیاد نباشه. اگر یک عروسی عادی بگیریم به نظر خودمو یک شخص در یک هتل چقدر پیسه مصرف میشه؟ تخمیناً حدوداً 4-500 هزار افغانی دلار کم مصرف شد. خیلی کم بگیریم. خیلی کم. امی هتل خیلی کم بگیر، حداقل 5 لک 6 لک میره. در حساب ما شما 5 لک 6 لک. فعلا چقدر مصرف کردین شما؟ ما زیاد مصرف نکردیم، فقط 6000 صد نام کردیم. خب در 6000 افغانی بله. عروسی میشه بخیر. بله. خیلی جای خوشی است در اتلاک بگیریم همین جوانایی که میگیرن. باز دمی 6000 دلار هم خلاص نمیشن. نه دیگه. اما تو رسنی؟ نه. وقتی تشکر از خودت. بخیر باشی، زنده باشی. خب دوستان سریس، ما دو تا زوج دو تا داماد ما از عراق اومدن. طلبه دین هستن. از مذاهب مختلف، اقوام مختلف، سادات وجود داره، خیرباز وجود داره، دیگر هزاره وجود داره، از اهل سنت در هر دوران هم دونه داشته. واقعا همگانیست و نماد وحدت است در کشور ما. اصل فضای مجازی است و این عزیزان زحمت میکشند در رسانه ها، خلاصه کار خود را انجام میدن برای سلامتی همه ای عزیزانی را که اینجا تشریف دارن و زحمت فیلم برداری و عکس گرفتن و اینا را دارن. یک سلامات بلند عنایت کنید. و عجل فرج دوستای عزیز، در این قسمت برنامه دعوت کنیم از سرور عزیز ما جناب آقای حسنی بزرگوار. یک صحبت هایی داره به نمایندگی از فامیل های زوج ها، به نمایندگی از فامیل های زوج هایی که اینجا در کنار ما هستند و مدت 8 الی 10 دقیقه ان شاء الله صحبت هایی داره. جناب آقای حسنی تشریف میارن. بله دوستای عزیز، قسمی که شما میبینید در تصویر، ما در داخل سالن قرار داریم و همراه با دوستا و یک تعداد زوجایی که امروز محفل عروسیشان رو صحبت کردیم و خیلی زیاد خوشحال بودن و حتی فامیلاشون بسیار زیاد خوشحال بودن و از جوانایی که فعلا در حال نامزدی قرار دارن، از اونها تقاضا کردن ای که کسایی که مصارف گزاف عروسی را ندارن و کسایی که خیلی وقت میشه نامزد موندن، از او خواهش کردن تا ای که در همچون محافل و در همچون انجمنه ها مراجعه بکنن و محافل عروسیشان را برگزار بسازن. این بود برنامه امروز که من محمد زمین نوری تقدیم شما کردم. تا برنامه بعد شما را به الله یکتا بسپارم. خدا نگهدار.